رای دهی در هرات با این درخواست از مردم آغاز شد. پای صندوق‌های رای بیایند و نسبت به تکلیفی که برگردنشان است بی تفاوت نباشند. از مخالفان دولت هم خواسته شد که مانع روند رای دهی نشوند. از همه مردم مسلمان، طالب و غیره، هم مردم افغانستان میگم آرزویم ایست که در این پروسه ملی شرکت کنند. اما حالا ما حمایت میکنیم یک پروسه ملی است، یک حقی ملت مسلمان افغانستان است که هم باید در او شرکت کنند. از جانبی هم تأکید بر این شده که امنیت در تمام نقاط ولایت هرات برای رای دهی پا برجاست. از 19 ولسوالی این ولایت، 2 ولسوالی پشتکوه و زیرکوه رای دهی ندارد. نظر به چالش های امنیتی فیصله شده که او مراکز اگر تعدید بلند داشت در یک محل مناسب انتقال داده شد و در اونجا مردم راهنمایی شد تا رای خود استعمال کنه. انشالله هیچ نوع حادثه نداره. اما شکایات زیادی از کندی روند رای دهی در هرات وجود دارد، مسئله ای که داد مردم را درآورده و منجر به ناامیدی شده است. کسانی که به ستاد انتخابات معرفی شدن که کار میکنن، کارمند ستاد انتخابات هم متاسفانه هیچ اگهی ندارن. مردم سر و سرگردان هم، شما خود شما دیدیم که ممکنه بیش از 1000 نفر به این جد تجمع کرده تا به حال یک نفر هم نتونست رای بده. خیلی بی‌نظمیه، خیلی اصلا ندانمکاریه، نمیفهمم که چی کار بکنم. خود کسانی که به ستاد انتخابات کار میکنن، متاسفانه اگر به امیر رقم باشه تا به 2 روز دیگه ممکنه این مردم نتونن رای بدن. با این همه شور و شوق مردم در نقاط مختلف ولایت هرات برای رای دهی زیاد است. هراتی ها میخواهند با این کار برای آینده کشور تصمیم بگیرند. یحیی فولادی، خبرگزاری وطن 24.